جاوید احمد بیگ فعال کشمیری میگوید روشن کردن آتش درگیری های فرقه ای شدیدی که بین ستیز جویان سنی تنروی پشتون و قبایل شیعه بنگاش رخ داده باعث کشته شدن بیش از 3000 نفر شده است. با هم گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم. جاوید احمد بیگ فعال اجتماعی سیاسی کشمیری روز جمعه 15 مارس هنگام سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل از پاکستان به دلیل رفتار خودسرانه و خشونت‌آمیز با اقلیت‌ها انتقاد کرد. وی در این سخنرانی به مشکلات شیعیانی که در ولسوالی کرام در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان زندگی می‌کنند و با آن دست به گریبانند اشاره نمود. جاوید احمد بیگ در ادامه گفت که اسلام آباد با آنها به غیر انسانی ترین شیوه ها رفتار می کنند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این فعال اجتماعی سیاسی کشمیری در ادامه سخنان خود با تأکید بر وضعیت بسیار تأسف برانگیز شیعیان در پاکستان اظهار داشت. به عنوان عضوی از جامعه 1.5 میلیون نفری شیعیان در دره کشمیر هند که کاملا از بدرفتاری با شیعیان در پاکستان آگاه است، با قاطعیت و با صدای بلند موضوع وضعیت اسفبار شیعیان در پاکستان را مطرح می نمایند. وی در ادامه افزود شیعیان در پاراچنار واقع در منطقه کرم در استان خیبر پختونخوا پاکستان از محرومیت و خشونت فراوانی رنج می برند. جاوید احمد بیگ همچنین تأکید کرد که شیعیان کشمیر به خوبی از وضعیت اسفبار جوامع مسلمان شیعه پاکستان مانند شیعیان در پاراچنار و شیعیان هزاره در بلوچستان و شیعیان در گیلگیت و بالتستان پاکستان آگاه هستند. این فعال سیاسی اجتماعی کشمیری تأکید کرد که زمان آن فرا رسیده است که جهان متوجه تبدیل شدن پنجاب به جهنمی شود که پاکستان آن را کنترل می کند. وی در پایان سخنان خود گفت افزایش افراط‌گرایی در پاکستان آینده را برای شیعیان پاراچنار تیره تر می کند. علی اکبری، اخبار شیعه. برای صحبت بیشتر در این باله، افضل رضا کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای افضل رضا، سخنان جاوید احمد بیگ فعال اجتماعی سیاسی کشمیری در شورای حقوق بشر سازمان ملل تا چه با واقعیت نزدیک است؟ بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و بینندگان محترم شبکه موسن علیسان. خب جایی هیچ شکی نیست که طی دو دهه اخیر معضل افراط‌گرایی و تندرویی گروه های فرقه‌ای به ویژه در رسان وهابیت در پاکستان عرصه را بر جامعه شیعه مظلوم پاکستان تنگ کرده است. برای مثال شهر پاراچنار از یک دهه اخیر شاهد جنب و جوش هایی بوده که گروه های تروریستی، تکفیری ها یا همون گروه های ضد شیعه علارغم اینکه نیروهای امنیتی، دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان اشراف کامل به این اقدامات ضد شیعه در این منطقه دارن، ولی ما شاهد هیچ گونه اقدامی برای سرکوب این عناصر نیستیم. حتی همین لحظه که بنده دارم با جناب عالی در این خصوص صحبت می‌کنم، آتشباری در مرز پاکستان افغانستان پس از حملات هوایی پاکستان علیه تروریست‌های طالبان پاکستان باعث شد تا نیروهای طالبان افغانستان بدون هیچ دلیلی اماکن مناطق مسکونی به ویژه در شهر پاراچنار که فقط محل سکونت غیر نظامیان و جنبش شیعیان هستند رو دارن هدف قرار میدن و هیچ صدایی در حمایت از این مردم که چرا طالبان افغانستان داره اون حساب خودشو به جای اینکه بخواد درگیری با ارتش پاکستان داشته باشه داره برای با شیعیان پاراچنار تصفیه میکنه. به ویژه اینکه در عملیات هایی که طی چند سال اخیر مشاهد قربانی شدن غیر نظامی در پاکستان بودیم، بیشترین اونا شیعیان تشکیل میدن که چه در شهر کویت از جامعه هزارها گرفته، چه در شهر کراچی که بیشترین تراکم جمعیت شیعیان داره و چه شیعیان شهر پاراچنار و گلگیت بلتستان در شمال پاکستان.
بله. متاسفانه در این سالها ما علی‌رغم اینکه نهادهای دولتی مدعی هستند که اجازه نمیدن ارض اندام بشه واسه تروریست‌ها در کشور، ولی همچنان شاهد هدف قرار گرفتن اقلیت شیعه در این کشور هستیم. بله، در رابطه با وضعیت شیعیان در ایالت‌های مختلفی که در گزارش به آنها اشاره شده لطفاً توضیح بفرمایید. خب با توجه به شهر اسکردو که در یکی از شهرهای شیعه نشین در شمال پاکستان یا همون ایالت گلگیت بلتستان حساب میشه، شاید ما دچار مشکلی برای شیعیان نباشیم چون تراکم جمعیت در شهر اسکردو بلتستان زیاده، اما در شهر گلگیت بله، متاسفانه نیروهای ضد شیعه و وهابیا در شهر گلگیت عرض اندام کرده و طی سال اخیر بسیاری از اعضای جامعه شیعه به ویژه جوانان تحت ظلم و ستم قرار گرفته و گاهن در برخی از عملیات‌های سوری به شهادت می‌رسند یا توسط نیروهای امنیتی به اتهام ترویج فرقه گرایی بازداشت میشن. در شهرهای پاراشنار نیز خود شیعیان دست به دست هم داده و علیه تروریست ها و نیروهای وهابی جبهه تشکیل داده و جایی که لازم ارتش پاکستان و دیگر دستگاه های پلیس و امنیتی دست به کار بشن تا امنیت این شهر و شیعیان رو تامین کنه، ولی ما مشاهده هستیم که خود نیروهای شیعه دست به کار شده و علیه تکفیری ها و وهابی ها دست به اقدام میکنن. در شهرهای کویت هم که اخیرا جناب علی هم در گزارش عنوان فرمودیم که ترور هدفمند شیعیان هزاره همچنان در بلوچستان اتفاق میفته و متاسفانه دولت اقدام موثری برای تعقیب و سرکوب قاتلان شیعیان انجام نمیده. بله، آینده شیعیان در پاکستان را با توجه به روی کار آمدن دولت جدید چگونه ارزیابی میکنید؟ البته یک نقطه امیدی میشه تعریف کرد در انتخابات اخیر پاکستان. برای اولین بار یک حزب شیعه توانست نامزد خودش رو به مجلس یعنی پیروز بشه و به مجلس راه پیدا کنه. آقای حمید حسین از حزب مجلس وحدت مسلمین از همین شهر شیعه نشین پارشنار توانست یکی از سیاستمدارای سنتی از حزب مردم رو شکست بده و وارد مجلس بشه. شاید اینم جالب باشه که وزیر کشور فعلی پاکستان هم شیعه هستش، آقای سید محسن رضا نقوی قبلا سروزیر دولت انتقالی در ایالت پنجاب بود و الان از سوی نخست وزیر، یعنی نخست وزیر جدید پاکستان، به عنوان اعضای کابینه دولت و به عنوان وزیر کشور یک مقام بسیار کلیدی و مهم تلقی میشه منصوب شده. ولی با این وجود ما باز هم شاهد کارشکنی ها واسه احقاق تأمین حقوق شیعیان هستیم. البته بنده امیدوارم با روی کار آمدن شخصیت های شیعه در مجلس و در کابینه دولت ببیشه در رأس اون وزیر کشور بشه شیعیان یک قدرت نمایی بکنه و برای حق خودشون بتونن بجنگن. بله، بسیار متشکرم از شما افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.